اما در خبر دیگه، ابراهیم رئیسی در مصاحبه‌ای با شبکه CNN تلاش آمریکا برای عادی‌سازی روابط اسرائیل و عربستان سعودی رو بی‌نتیجه خوند. رئیسی گفته رابطه دیگر کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس هم با اسرائیل در نهایت به بنبست می‌رسد. طی ماه‌های گذشته دولت بایدن تلاش کرده بین اسرائیل و عربستان سعودی رابطه ایجاد کنه. مسئله‌ای که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی هم تاییدش کردند. پیشتر الی کوهن وزیر خارجه اسرائیل گفته بود در صورت توافق بین عربستان و اسرائیل 6 تا 7 کشور مسلمان دیگه هم با اسرائیل توافق خواهند کرد. علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت با ما همراه میشه. آقای صدرزاده، حالا عربستان و اسرائیل رو بهش میرسیم، اما پیشتر هم گمانه‌هایی وجود داشت که پیمان ابراهیم بقا نداشته باشه، به ویژه بعد از دولت دونالد ترامپ، اما دیدیم که باقی موند. صحبت‌های ابراهیم رئیسی رو چطور می‌بینید؟ یک غیبگویی هست، یعنی ایشون یک جمله ای رو گفته، این جمله هم بدون هیچ فاکتی، بدون هیچ دلیلی که چرا رابطه اسرائیل و عربستان به شکست خواهد انجامید. عکس 100% عکس این هم میشه ادعا کرد که رابطه، فرض کنید، اسرائیل با امارات هم میتواند همینطور موفقیت آمیز باشه مثل رابطه با اسرائیل. کسی دیگری میتواند ادعای ضد آقای رئیسی بکنه، ولی برای ادعاش فکت بیاره، بگه روابط اسرائیل و امارات این پروژه ها رو برده، این دستاوردها رو داشته، یا بحرین همینطور، یا مراکش همینطور، و واقعا میشه پروژه های بسیار مهمی رو برشمرد که اسرائیل در این کشورها در حال انجامه. بنابراین این حرف حرفیست که هیچ گونه پایه و مدرک و دلیلی براش نیاورد. فقط یک چیزی که به نظر من خیلی جالب آمد اون جمله است که ایشون میگه، نه این یک جمله است، ولی در این جمله میگه که رابطه عربستان سعودی و اسرائیل که توسط آمریکا پشتیبانی میشود شکست خواهد خورد. این به چه معناست؟ اگر واقعا نظرش این بوده، عربستان سعودی برای نزدیکی به اسرائیل یه چند تا خواسته داره، یه چند شرط داره. مهمترین شرطش این است که ایالات متحده آمریکا پیمان ویژه دفاعی با عربستان سعودی ببنده. تقریبا همون چیزی که آقای آرامش قبلا در مورد اسرائیل گفت، عربستان میخواهد که نگاه آمریکا به عربستان سعودی نگاهی است که به اسرائیل میشه، یعنی تا به امنیت عربستان به خطر افتاد آمریکا وارد عمل بشه. اگر رئیسی این آمریکا و اسرائیل و عربستان اینجوری با هم پیوند داده، یعنی این که ما امنیت عربستان رو علارغم اینکه ایالات متحده تامین خواهد کرد مورد حمله قرار خواهیم داد. فقط اینو میشه فهمید، به لا فکت و دلیل دیگری آقای رئیسی نیاورده که چرا این رابطه به هم میخوره. آقای صدرزاده، اما فکر میکنین نزدیکی دو کشور، یعنی فکر کنیم که عربستان سعودی و اسرائیل عادی سازی بشه روابطشون، این چه معنی میتونه برای تهران داشته باشه که اخیراً هم با عربستان سعودی به هر حال به توافقی رسیده؟ رابطه عربستان با اسرائیل یک بمب سیاسی خواهد بود، منطقه رو کاملا عوض میکنه، جهان اسلام و عرب رو عوض میکنه، و تمام کسانی رو که تا به حال علیه اسرائیل با استدلال به اصطلاح اون جریان‌هایی که برای مبارزه با اسرائیل بسیج شده بودن و همش به اسلام و عربیت و غیره استناد می‌کردن، در حقیقت آتور رو دست اینها می‌گیره، یعنی فلسفه وجودی اینها رو می‌گیره. اگر محمود عباس، بزرگترین سازمان سیاسی و رئیس دولت خودگردان فلسطین، با این توافق موافقت کنه، در دنیای عرب یه اتفاقی میفته که عربستان سعودی به اصطلاح سخنگوی این داستان میشه، و برای تمام گروه های کوچک کوچک مثل جهاد اسلامی و حماس و دیگران دلیل مخالفت با اسرائیل از بین میره، و ایران بیش از همه منزوی تر خواهد شد، چون تنها کشوری میشه در جهان که مخالف اسرائیل هست، و این مسئله ای است که جمهوری اسلامی خیلی خیلی بیم داره که چنین اتفاقی بیفته. و اون پیش بینی هم که قبلا میشد که ظاهرا با نزدیکی عربستان سعودی با ایران، عربستان در برنامه‌هاش در نزدیکی به اسرائیل تغییر خواهد داد، اینو هم غلط از آب در خواهد آمد، و این نشان میده که
این عربستانی که در نقطه قوی هست در رابطش با ایران، ایران در نقطه ضعیف است و عربستان هر کاری رو که دلش میخواد از نظر خارجی انجام میده. سپاسگزارم شما علی صدر، ترجمه مسائل خاورمیانه از فرانکفورت با ما.